سلام. غرب آسیا توی یک سال گذشته تبدیل شده به کلاس درس رایگان رئالیست، یعنی تمام کسانی که درباره بعضی از این مفاهیم علمی نظریات روابط بین الملل نکته‌ای داشتن، انتقادی داشتن، اینها الان به این باور رسیدن که حداقل در منطقه غرب آسیا به طور 100% رئالیسم حاکمه. این اتفاقی که روز گذشته در کشور لبنان افتاد نشون داد که چقدر این نظریه در منطقه غرب آسیا جواب میده. یعنی چی؟ ببینید، از اصل بدیهی رئالیسم شروع بکنیم. جهان آشوبناک، آنارشیک، قدرت مرکزی وجود نداره و شما نمیتونی در برابر واکنش هایی که بقیه واحدهای سیاسی به شما نشون میدن به جایی شکایت بکنی. بنابراین یک اصل متولد میشه، خودیاری، سلف هلپ، میگه خودت باید به فکر خودت باشی. شما وقتی توی محله هستی، توی جامعه هستی، مثلا دزد به خونت میزنه، میری به پلیس محل، به کلانتری شکایت میکنی، پلیس پیگیری میکنه، کلانتری پیگیری میکنه و نهایتا به نتیجه شما رو میرسونه. اما الان در واکنش به این اقدام اسرائیل که حتی باعث شده که برخی از مردم، یه دختر بچه، اینها کشته بشن، به کجا میشه شکایت کرد جز اینکه خود نیروهای مقاومت، خود کشور لبنان، هر نامی که بذاریم، واکنش مناسب نشون بدن. این خودیاری رو وقتی درک میکنیم که چقدر علیهش فعالیت کردن. اگر یادتون باشه توی سالهای اخیر خیلی صحبت میکردن، مثلا مقایسه ما موشک میخوایم چیکار، الان پوشک نداریم تو کشور، رو از این صحبت ها. اینها میخواستن خودیاری ایران رو از بین ببرن. منطقه غرب آسیا منطقه ای که توش اصول رئالیستی به صورت 100% حاکمه. شما باید بتوانی از خودت دفاع بکنی. رئالیسم تدافعی درباره این صحبت میکنه که من آنقدر قدرتمند هستم که کسی نمیتواند به من تعرض بکنه. رئالیسم تهاجمی میگه نه، صرفا این مهم نیست کسی به من تعرض نکنه، کسی نباید از من هم قدرتمندتر باشه. راهبرد ایران، حالا تحلیل منه، که در سالهای اخیر از رئالیسم تدافعی به رئالیسم تهاجمی رسیده و نمیخواد اجازه بده کسی از اون در منطقه غرب آسیا قدرتمندتر باشه، و این نشون میده چقدر این راهبرد درست بوده. حتی فارغ از اینکه از منطقه غرب آسیا هم خارج بشیم، ماجرای جنگ اوکراین هم این رو نشون داد که الان خاک اوکراین، امنیت ملی اوکراین، منافع ملی اوکراین وابسته به اینه که انتخابات آمریکا کی پیروز میشه. یعنی اگر دونالد ترامپ رأی بیاره، اوکراین باید به طور همیشگی با 20% خاک خودش خدافظی کنه. حتی البته اگر دموکرات ها هم رأی بیارن، شاید این یکی از گزینه های معتبر روی میز باشه. بنابراین شرایط جهان به طور کلی و شرایط منطقه غرب آسیا به طور اختصاصی منطبق بر اصول رئالیستیه. اگر کسی میخواد منافع ملی ایران تأمین بشه، باید رئالیستی فکر کنه، باید رئالیستی فعالیت بکنه. وزیر خارجه ایران اگر بگه من رئالیسم قبول ندارم، یعنی من امنیت ملی ایران رو قبول ندارم. ایران، شبکه مقاومت، جریانات مقاومت لبنان، الان این اقدام صریح تروریستی رژیم رو چطوری میتونن ازش شکایت بکنن؟ با همکاری با کدوم نهاد بین المللی، با گفتگو با کدوم سازمان بین المللی میتونن این جنایت آشکار، خیلی بدیهیه، یعنی کاملا کور، به هم ریخته و زمین ساز آسیب به خیلی از مقامات مختلف رو، مردم عادی رو بهش واکنش نشون بدن. الان سفیر محترم ایران در لبنان که ما توفیق داشتیم همین چند هفته پیش خدمتشون بودیم و گپ زدیم درباره مسائل مختلف، الان آسیب دیدن، مجروح شدن، جانباز شدن. ایران به کی میتونه شکایت بکنه؟ به کجا میتونه دعوای شکایت کنه و انتظار داشته باشه که حقش گرفته بشه؟ فقط و فقط به یک جا، سلف هلپ، خودیاری، مفهوم بازدارندگی که تو ماهای اخیر سعی کردن تخفیفش بدن، مسخرش کنن، کوچیکش بکنن. برای همینه شما از خود تصویری میسازی با فعالیت‌هایی که انجام دادی که بتوانی از خودت دفاع بکنی و طرف مقابل اجازه نداشته باشه به شما واکنش نشون بده، اکتی انجام بده علیه شما، اقدامی علیه شما انجام بده. اصطلاحاً نایس بودن، خوب بودن، حالا این اصطلاحی که به کار میبرن، بازیگر مطیع بودن توی غرب آسیا ضد امنیته، ضد منافع ملیه. امیدواریم این اتفاقات حالا تلخی که الان داره در غرب آسیا
میفته و خب ناراحت کننده هم هست، حداقل این برکت و این فایده رو داشته باشه که برخی از هم اندیشمندان علم روابط بین الملل کشورمون، هم مقامات اجرایی حوزه سیاست خارجی کشور متوجه شده باشن که با حرف‌های زیبا، حرف‌هایی که شاید سر کلاس دانشگاه خوب باشه گفتنش و این بس دادن تئوری‌ها و نظریه مختلف خوب باشه و قابل دفاع باشه، اما توی عمل صرفاً یک نظریه قابل اجرایی شدن داره، اون هم رئالیسم.